یه نفری رو صدا میکنن بیاد، بعد با هم صحبت میکنن، بعد اینو فیلم میگیرن. پس ما برنامه‌ای داشتیم که این فیلمو بگیرید و بعد یه روزی مثل اینجا بیاید علنی کنید مثلا. حالا نمیدونم چه فایده‌ای بر این هست، ولی خود نفس این کار یه کار مافیایی نیست؟ یه کار توطئه‌آمیز نیست؟ به نظر شما این اخلاق، این کار در سطح یه رئیس جمهوره؟ نه تنها رئیس مجلس بر دولت حاکم شده، بر کل مجلس هم حاکم شده. این غلطه، قانون اساسی ما این نیست. توجه لازم رو داشته باشه. اجازه بدید بیاناتشون تمام شد. نمیخوام بیشتر از این صحبت بکنم. از آقای دکتر لاجرم تشکر میکنم. مشکل ما این است که رئیس جمهور ما اولیات اخلاقی رو رعایت نمیکنه. خب شما اگه مطلبی داشتید چرا اینجا مطرح میکنید؟ استیضاح نمایندگان یه چیز بود، نه ربطی به رئیس مجلس داشت، نه ربطی به مسائل دیگه داشت. اینجا چرا این مسئله رو مطرح کرد؟ اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم تو کشور را انداختید، امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن. تهمت زدید، جوابتون رو دادیم، حق دیگه صحبتی ندارید. شما اختار دارید بفرمایید. به سلامت. شما در یک جلسه علنی شؤونات جمهوری اسلامی رو رعایت نکردید. بفرمایید. گلدونها رو ببرید، گلدونها رو جمع. بله، اجازه بدید رأی ها رو بدید به نمایندگان. رأی آرای ممتنع 24، آرای مخالف 56، آرای موافق استیضاح 192 رأی. همه آنچه که ما انجام دادیم دقیقاً وفق ضوابط قانونی بود. ما به مردم میگیم شما اعتراضی نمی‌کنید. فاحشو جواب دادن. عزیزان و ملت بزرگ ایران تبریک عرض می‌کنم. یارد سفید یعنی عدم اعتماد رو قبول دارید، استیضاح رو کبود یعنی با استیضاح مخالفید، زردم مثل منفیه.